با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، عرضم به حضور شما که میدونی که عده‌ای از زندانیان سیاسی در ایران از جمله آقای طبرزدی و دوستان دیگرشون و همبندانشون در ایران درخواست یک اعتصاب رو کردن در روز 25 بهمن. در حقیقت روزیه که موسوی و کروبی رو هم به زندان برد و اونها در اون سال درخواست کرده از مردم که به خیابان بیان که حمایت کنن از مردمان میدان التحریر و این به مذاق حکومت خوش نیامد. بنابراین امسال اینا گفتن که بیایم 25 بهمن رو امسال روز اعتصاب عمومی قرار بدیم و یه ده از آدم ها بعضی داستان پشتیبانی کردن و اگر شاهد باشی ظرف 3-4 روز گذشته آرمان چهار روستایی در این داستان خیلی داره تقلا میکنه و همه ای تلاش رو به کار برده و ما دیروز هم با آقای کوروش اختریان حرف زدیم، امروز هم خانم نوشین رو داریم از که راجع به همین موضوع میخوایم که ازش خواهش کنیم برامون تعریف بکنه و بگه که خانم نوشین که ماجرا چیه، پیشرفت کار تا به کجا بوده و چرا ایشون هم علاقمند به این موضوع است. خانم نوشین اگه صدای منو داری و سوال من برای شما مفهوم بوده بفهمید که بشنویم که شما چرا به این جمع پیوستی، دلایل چیه و روند کار رو چجوری میبینی؟ بفرم. درود خدمت شما آقای بهبهانی، امیدوارم که سلامت و شاد باشید. من نوشین هستم و میخوام در مورد 25 بهمن باهاتون صحبت داشته باشم. ببینید این مسئله بسیار بسیار مهم هسته، چون این 25 بهمن با سال 89 بسیار بسیار متفاوته، چرا که اون دفعه به یک باره اتفاق افتاد، اول در اینترنت و بعد اعلام شد و مردم توی خیابون رفتن و شعار سر دادن که حالا هر چیزی که ما شاهدش بودیم. اما این بار این تظاهرات بسیار متفاوته، چرا که استارتش از قبل زده شده با توجه به اینکه در روز 21 بهمن ما اهوازی ها همشهری های عزیز ما توی خیابون ریختن روبروی استانداری و بسیار کوبنده شعار دادن و بسیار انسجام هماهنگی رو داشتن. همینطور در 18 بهمن ما عزیزان تهرانی در کوی دانشگاه دانشجویان تظاهراتی داشتن که همونجا اعلام کردن که این تظاهرات پایان کار نیست و مجددا در 25 بهمن روز شمعه تظاهرات دیگری خواهند داشت و به جز اون همشهریان اهوازی مجددا اعلام کردن که روز شنبه ساعت 11 صبح تجمع دیگری خواهند داشت. هماهنگی ها بسیار این مدت انجام شده و ما متشکریم از مردمی که بسیار استقبال کردن از این مسئله و باید خدمتتون عرض بکنم که این موضوع اصلا ربطی به این نداره که 4 نفر مثل من خارج از کشور نشسته باشن بخوام بگن که حالا به قول معروف لنگش کن. نخیر، این بیانیه ها از زندان اومده توسط کسانی که قبل ها مبارزه کردن با جمهوری اسلامی و همینطور بیانیه دادن، گفتن که از دانشجویان، از اعتصاب معلمین، از کارگران حمایت میکنن و بیانیه مجددن قراره که با هماهنگی جنبش های دیگه بیرون بیاد که به محض اینکه به دست ما برسه اون رو هم قرار خواهیم داد. و میدونید که الان جمهوری اسلامی بسیار بسیار ضعیفه، به قول آقای طبرزدی میخوان برن تسلیم نامه امضا بکنن و این فرصت مناسبیه برای ما که بتونیم این جرقه رو بزنیم تا بتونیم یک حرکت پویا رو به سمت آزادی داشته باشیم. و چند تا نکته رو می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم. خواهشی که داشتم از مردم اینه که برای اینکه بتونیم این تظاهرات رو گسترش بدیم و بتونیم انعکاس بیشتری داشته باشیم، روز 25 تا میتونن از این حرکات فیلم بگیرن، عکس تهیه بکنن و روی اینترنت حالا به دست ما برسونن یا خودشون گسترش بدن تا بتونیم انعکاس بیشتری بدیم این موضوع رو و اعلام بکنیم که مردم داخل کشور ایران با این رژیم مخالف هستن. این جرقه زدن بسیار مهمه. اگر 25 بهمن این حرکت انجام بشه ما پلی زدیم به سمت آزادی. بسیار ممنونم. عرضم به حضور شما که من یه پرسش از شما بکنم و اونه که خواسته چیه؟ خواسته معین مشخص کنکریت چیه؟ 25 بهمن چی باید بگیم تو خیابون؟ چی مردم باید بگن؟ چه خواستشون چیه؟
ببینید، اول اینکه یک سری از پاسدار توی بیانیه ها توضیح داده شده و یک سری از پوسترها و کاورهای بیرون اومده که توی فیسبوک شخصی من، توی فیسبوک آرمان عزیز و غیره وجود دارن، مردم میتونن ببینن. یک سری از این مطالبات مربوط به ادامه حصر موسوی و کروبی و خانم رهنورد هستش و در مورد امنیت زنان و آزادی زنان که ما شاهد حالا مسائل اسید پاشی و غیره هم بودیم، فقر و بیکاری گسترده و به جز اون حقوق و مطالبات مردم، اختلاس ها، فساد ها، رانخاری هایی که توی دولت وجود داره و حقوق کارگران و معلمین، بازداشت و سرکوب فعالیت های مدنی که ما بسیار بسیار فعالینی رو توی زندان داریم که مورد اذیت و آزار بسیاری هم قرار گرفتن و خیلی هاشون الان در اعتصاب قضا به سر برن مثل خانم فقدانی و همه اینا جز مطالباتیه که همه مردم خواستارش هستن و اگر بتونیم که این انسجام رو حفظ بکنیم و همه در شهرهای مختلف بتونن شرکت بکنن بسیار مؤثر خواهد بود. از شهرهای مهمی هم که میتونیم نام ببریم که قبلا هم در گذشته ما شاهد بودیم که مردم بسیار تلاش کردن برای رسیدن به اون چیزی که میخوایم، تبریز، تهران، مشهد، کرمانشاه، شیراز، اهواز و غیره هستن. آدرس فیسبوک شما چیست که اگه بخوان اونجا مراجعه کنن؟ facebook.com/ بعد چی باید بنویسن؟ آدرس فیسبوک هم من در اختیارتون میذارم تا چند دقیقه دیگه، ولی با اسم خود من نوشین ارشادی میتونم فیسبوک منو پیدا بکنن. و اگر من وقت دارم میخواستم بگم که بیانیه‌ای قراره که در آینده مجددا به دست ما بیاد تو همین چند روز آینده که اون رو هم به زودی اعلام میکنیم میذاریم. بیانیه‌ای هم امروز اومده، اون رو هم اگر فرصت باشه من براتون میخونم. و به جز اون چند تا ویدیو ما تهیه کردیم روی سایت ها گذاشیم، از بالاترین یوتیوب، فیسبوک ها و غیره که گسترش پیدا کرده. از مردم خواهش میکنم که این ویدیوها رو ببینن، جدای از متوجه شدن بیانیه، آدرس هایی که قرار تظاهرات انجام بشه. یک ویدیو هم تهیه شده به عنوان تظاهرات برق‌آسا که کمک بسیار شایانی میکنه به مردم که بتونن چجوری امنیت خودشون رو حفظ بکنن و کمتر برای خودشون خطر ایجاد بشه. بسیار خوب، اون بیانیه رو بفرمایید ما گوش میدیم. خواهش میکنم. بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی زندان گوهردشت از خواسته‌های دانشجویان پشتیبانی می‌کنیم. یک بار دیگر دانشجویان دانشگاه تهران در پی دانشگاه به حرکت درآمدند تا نشان دهند وارثان قهرمانان 18 تیر 78 زنده‌اند. جنبش دانشجویان در اعتراض به شرایط بسیار اسفبار صنفی و از وضعیت زندانگونه حاکم بر کوی دانشگاه ها، آن هم در آستانه 25 بهمن ماه، بسیار امیدبخش و معنادار است. اعتراضات دائم کارگران علیه شرایط غیر انسانی حاکم بر محیط کار، عدم دریافت مزد و عدم تناسب بین دریافتی ها و هزینه های زندگی همچنان ادامه دارد. اعتراض فرهیختگان و معلمان به وضعیت غیر فرهنگی و غیر انسانی حاکم بر مناسبات آموزش و پرورش و عدم برآورده شدن خواسته‌های صنفی و اجتماعی آنها اگرچه سرکوب می‌شود اما همچنان ادامه می‌یابد تا به نتیجه لازم برسد. پرستاران و بازنشستگان و سایر حقوق بگیران اگرچه ناراضی و معترضند اما هنوز هیچ پاسخی برای بهبود شرایط شغلی خود دریافت نکردند و تصمیم دارند با تداوم اعتراضات به خواسته های به حق خود برسند. گروهی از زندانیان سیاسی همچون بهنام ابراهیمزاده، ارژنگ داوودی و افشین بایمانی مدت‌های زیادی است که به انفرادی وزارت اطلاعات منتقل شدند و مقامات قضایی و امنیتی هر روز در حال پرونده‌سازی علیه زندانیان سیاسی هستند و دولت روحانی و نیز همچنین سلف گذشته و دولت روحانی و نیز همچنین سلف گذشته خیش را ارباب و سرکوب و اعدام و شکنجه را برگزیده است تا بلکه از این طریق چند سباهی بر عمر ننگین رژیم بیفزاید. برخی از زندانیان سیاسی ستم دیده برای رساندن فریاد نسل‌خواهی خود دست به اعتصاب زدند که از جمله آنها سیامک مهر، آتنا فقدانی و علی معززی است. از طرف دیگر فقر، بیکاری، فسادهای عظیم مالی و اداری حکومتی و ناامنی‌های گسترده اجتماعی تمام ایران را فرا گرفته و با ادامه حاکمیت ننگین موجود و پیش گرفتن سرکوب سیاست سرکوب زنان، جوانان و دگراندیشان و هنرمندان و از دیگر سو نافرمانی مفرط دولت در برابر دلواپسان قدرت و ثروت هیچ امیدی جز به پاخواستن گروه‌ها و اصناف و طبقات مختلف اجتماعی وجود ندارد. گره خوردن اعتراضات و اعتصاب دانشجویی، کارگری، معلمان، پرستاران، فعالان مدنی و سیاسی با هر عقیده و مرام و با هر خواست سیاسی و
اساسی فرهنگی و صنفی در روز 25 بهمن تنها راه حل موجود برای ملت ستمدیده ایران است و ما زندانیان سیاسی به سهم خود از خواسته های به حق آنها پشتیبانی میکنیم. آقای حشمت الله تبرزدی، خالد خردانی، افشین حیرتیان، فرید آزموده، ایرج حاتمی، علیرضا فراهانی، رضا اکبری منفرد، سعید ماسوری، صالح کهندل، اسدالله هادی، مجید اسدی، پیروز منصوری، ابوالقاسم فولادوند و سعید شیرزاد از 14 نفری هستند که این بیانیه رو بیرون دادم و به جزور آقای افشین حیرتیان، آقای خالد خردانی، حشمت الله تبرزدی در بیانیه قبلی هم حضور داشتند که امیدواریم موثر باشه و مردم با این همه استقبالی که توی فضای مجازی مشاهدش بودیم امیدوارم که جمع بشن توی خیابون‌ها و بتونیم یه حرکتی رو داشته باشیم. بسیار بسیار ممنون و متشکرم از این آخرین گزارش شما. آرزوی پیروزی برای همه مبارزین داریم، امیدوارم که پیروز و موفق باشیم. ممنونم خانم نوشین از این عشقی که به وطن داری و این بیانیه‌ای که خودی. ممنونم ازت، سپاسگزارم. یک دفعه سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار من گذاشتین. بازم تاکید میکنم فیلمی که به عنوان تظاهرات برق‌آسا گذاشته شده مردمون رو ببینن که بتونن امنیت خودشون رو بیشتر حفظ بکنن. با آرزوی سلامتی برای شما و ایرانی آزاد. ممنون. مرسی. امیدوارم که این پیام به آخره رد بشه و به گوش مردم ایران هم برسد. ممنونم از شما. مرسی.